کار ترمیم و داغگیری اساسی سرک قرغه تا پغمان که چند قبل توسط ریاست کار حفظ و مراقبت شورای کابل آغاز شده بود جریان دارد. قسمت های سرک قرغه و پغمان که نظر به گذشت زمان تخریب و استهلاک گردیده بود، با استفاده از ماشینری پیشرفته به شکل اساسی و معیاری ترمیم و داغگیری می شود. اخیرا ترمیم و داغگیری سرک وصلی بند قرغه تا سرک پغمان به شکل معیاری و اساسی صورت گرفته است. این کار از تخریب کامل سرک ها جلوگیری می کند و از جانب دیگر برای حفاظت و مراقبت از تاسیسات عامه کار با اهمیت است. کار ساخت دو سرک فرعی در منطقه امام بخاری مربوط گذر هفت ناحیه هشتم از سوی شورولی کابل به همکاری دفتر پروژوی سازمان ملل متحد یونپس آغاز شد. مولوی صدیق الله یوسفی معاون ناحیه هشتم گفت که در این ساحه سرک به طول مجموعی 863 متر با عرض 4.5 متر شامل ساخت آبرو ساخته می شود که با ساخت آن برای باشندگان محل سهولت های متعدد شهری فراهم خواهد شد و از جانب دیگر با عملی شدن این پروژه زمینه کار برای صدها تن از شهروندان خصوص اهالی این منطقه فراهم شده که روزانه با کارگران ماهر 700 افغانی و با کارگران غیر ماهر 450 افغانی معاش تعیین شده است. در همین حال باشندگان محل از آغاز کار این پروژه ابراز خرسندی نموده، از برنامه ها و پلان های شورای کابل اعلام حمایت نمودند. الحمدلله نن زمون په گذر کې د یتم ناحیه په هلیزل او مرسته او د یونفس له برنامه له خونه دا پروژه تمویلیږي چې نن د ټولو متنفذینو او در اغیل شرکت در تول برادرز با همکاری در پروژه لخیر شروع کیگی او مون تری رازی و اللہ تعالی دیور تا توفیق ورکی چه در پروژه پا خ... او پا خ... کیفیت سر سر تا ورسی. نهایت مردم دچار مشکلات هستن از در فصل زمستان در بارندگی که مردم نمیتونه از خانهایشان برای تفلکا نمیتونن که به مکتب و مدرسه بروند، از طرف فصل تابستان از گرد و خاکش مردم بچار با تکلیف بودن که جای نهایت سپاسگزاری و تشکری است و قدردانی میکنیم از همه دستکارهای ناحیه هشتم مؤسسه یونپس که در این عرصه با مردم ما همکاری کردن و این پروژه را در اینجا منظور ساختن. دیشپانه سمینهای په دیار لسم پنځلسم او رسم گزارونه کې د کابل شاروالي له لوري او د ملګرو ملتونو د پروژوي خدماتو ادارې په معلم لاټړ په ټوله زتوګه د 1510 متر په اوږدوالي او 14.4 متر په سور د کوسو جوړولو چاري روان دي. د یادې پروژې کار تر دې دمه د سلنه مخته تللی دي. کار ما به شدت روان است، به کیفیت روان است و با در نظر داشت مسائل سیفتی یا امنی ما و همچنان این پروژه مشترکاً بین سه گذر قرار گرفته که در گذر عبدوام، گذر پانزوام و گذر سیزدوام است. انشاءالله که مطابق به نرم و استاندارد ما کار خود پیش میبریم و تشکری خاص میکنیم از شاروالی کابل که با همانگی که دارن تیم نظارتیشان سرسا همه از کار ما دیدن میکنن. د دې پروژې په پیلو دو سره به لیوی خو د سیمې خلکو ته کاري بوختیاوې رامنځته او بل خوا به یې په بشپړه دو سره خلک ترانسپورټي اسانتیاو ته لاسرسی عمومي. از شاروالی محترم کابل و از ناحیه 16 کې پروژه را به ما انکشاف داد و پروژه را به ما تحمل نمود که ما د این رای خراب که معیج یا رای ورور مرور نبود که طرف مکتب اطفالای ما ورور مرور نکرد یا مریضی ما در شفاخانه‌ها یا خصوصا میت و جنازه ما یا در مسجدها و جمع جماعت ما رای ورور مرور نبود و باز هم از شاروالی محترم کابل، از امارت اسلامی افغانستان و از ناحیه 16 از همش باز هم اظهار قدردانی و تشکری میکنم.
به منظور تبدیل نمودن ساحات غیر پلانی به پلانی، کار عملی تطبیق نخستین پروژه تنظیم مجدد زمین از منطقه قلعه بختیار مربوط گذر 22 نایه ششم با خط نوار توسط مولوی محمد خالد سجستانی معین خدمات شهری و حفظ محیط زیست و دکتر صدرالدین تاجک معین پلانگذاری و توسعه شهری شهرولی کابل، در حالی که بزرگان و باشندگان محل حضور داشتند، آغاز شد. در این مراسم معین خدمات شهری و حفظ محیط زیست شهرولی کابل گفت که شهرولی کابل در نظر دارد تحت این برنامه زمینه تطبیق ماستر پلان را در نقاط مختلف نوای شهر کابل مساعد کند. این پروژه به خیر و برکت و به نفع مردم است بدون شک. شهرولی کابل کوششی را داره در تمام عرصه‌ای که از لحاظ قانون کارهایی که برایش محول شده به پیش بره و خدماتی که شایسته مردم قهرمان افغانستان است او را برایشان ارائه بکنه. معین پلانگذاری و توسعه شهری شهرولی کابل گفت که تنظیم مجدد زمین عملیه است که جهت اصلاح شکل و تنظیم ساختمان قطعات زمین صورت گرفته، زیربناهای اساسی و تأسیسات عامه ساحه را با در نظر داشت مشارکت مالکین زمین تحت پروژه تنظیم مجدد زمین شهری جدیداً ایجاد و یا تسهیلات موجوده را بهتر ساخته و مؤثریت استفاده هر نمره زمین را بلند می‌برد. در ساحات غیر پلانی مردم غالباً اعتبار به سند ملکیت خود ندارن، یعنی احساس امنیت از سمت ملکیت خود نمی کنن. در ساحات غیر پلانی دولت بسیار به سختی میتونه خدمات رسانی بکنه. در ساحات غیر پلانی شرایط محیط زیستی اصلا قابل کنترل نیست، دولت نمیتونه برش اگه بخوادم نمیتونه برنامه‌ریزی بکنه. همچنان مهندس حسیب الله خالد رئیس تنظیم و انکشاف مجدد شهری گفت که این پروژه اولین پروژه تنظیم مجدد زمین بوده که به مساحت 90 جریب زمین در گذر 22 نایه ششم تطبیق می شود. 136 جایداد را احتوا می کند. اعمار تأسیسات عامه و خدماتی جا داده شده است که شامل مکاتب، مساجد، پارک تفریحی، کودکستان و غیره می باشد و در تطبیق پروژه سرک ها عریض گردیده که ارزش جایدادها بالا می رود. د کلاو فتولا او سابقه تایمنی سړکونه د ځانمنو برخو د بیارغولو چاره د کابل ښاروالۍ د کار ساتنې او سارنې ریاست لخوا پیل شوې. د کلاو فتولا او سابقه تایمنی سړکونه ځینې برخې چې د اوبو رسولو د یو خصوصي شرکت لخوا کیندل شوي او ویجاړ شوي وي، له فني، تخنیکي او حقوقي څېړنو وروسته به په معیاري او بنسټیز توګه ورغول شي. هغه سړکونه چې بیارغولو ته اړتیا لري یو په بل پسې به د جوړولو په اړه اقدام وشي، چې په دې سره به له یوې خوا د سړکونو د ژر ویجاړېدو مخنیوی وشي او بل خوا به د عامه تاسیساتو ساتنې او سارنې لپاره ګټور تمام شي. سنگ تهداب منار تاریخی ولایت غزنی، مناره سلطان مسعود اول در چهارراهی پل سرخ کابل واقع ناحیه ششم توسط قاری ولیگل جواد رئیس امور کلتوری شهرولی کابل و محمد سلیمان خرم معاون شرکت مخابراتی افغان بیسیم گذاشته شد. رئیس امور کلتوری شهرولی کابل گفت که برنامه های زیباسازی شهری با حفظ ارزش های ملی و تاریخی در نقاط بارز شهر تطبیق می شود. یکی آن ساخت مناره تاریخی ولایت غزنی بوده که با سبک معماری قدیم و صورت معیاری و اساسی با ارتفاع 13 متر با استفاده از تولیدات داخلی به همکاری شرکت افغان بیسیم ساخته می شود تا در چهره و سیمای این ساحه تغییر مثبت ایجاد گردد. سنگ تهداب یکی از نمادهای تاریخی کشور را در چهارراهی پل سرخ که یکی از مناطق مشهور و مهم شهر کابل به حساب میره اینجا تهداب گذاری میکنیم و قلباً از شرکت محترم افغان بیسیم تشکر میکنیم که در خدمات شهری
با شاروالی کابل همکاری میکنن. همچنان معاون شرکت مخابراتی افغان ویسیم گفت که مطابق دیزاین طراحی شده و سبک معماری قدیم، این مناره با کیفیت بهتر و به شکل اساسی و معیاری ساخته خواهد شد. وی از برنامه زیباسازی شاروالی کابل اعلام حمایت نموده، گفت که در آینده با شاروالی کابل همکاری بیشتر خواهند نمود. تای اجرای پلان عملیاتی، مسئولان ناحیه چهارم با تخلفات شهری ساحه مارکت میوه رسیدگی های لازم صورت گرفت. موانع پیاده‌روها و سرک ها پاکسازی و انتقال داده شد. در این کار به کراچی داران و عموم دکانداران توصیه گردید تا اموالشان را در شبکات پیاده‌روی نگذاشته و باعث انسداد راه عام نشوند. همه روز دیمای ما در ساحه مارکت سرای شمالی شهر نو دان باخت به خاطر پاکاری جاده ها و پیاده‌روها برای دوام دارد. امروز شما شاهد هستید که ما در سایه چاره مارکت همه در سروش ها را در ساعت من از جایی که برش تعیین شده در اونجا تنظیم کردیم. جاده و سرک ها پیاده رو همه بر روی آبرین باز است. مسئولان ناحیه 13 هم طی بررسی های اخیر از بازارهای این ناحیه به مقدار 2500 کیلوگرم مواد خوراکی و بهداشتی بدون کیفیت و تاریخ گذشته را جمع‌آوری نموده و غرض از بین بردن به محل مخصوص آن انتقال داده شد. این مواد شامل شیر، قیماق، ترشی، کنسل لوبیا و نخات، چپس، چاکلت، بسکویت، شامپو، صابون، انواع نوشابه، کچپ و انواع مواد شوینده می باشد. لازم است که شهروندان در هنگام خرید به تاریخ مصرف مواد خوراکی و بهداشتی نیز توجه نمایند. تقریبا پا دو هفته که راجمه کردی دیگه در اصل ناحیه دی مربوطات نه 2500 کیلوگرم موادم صحت محیطی و نور مدیریتونو مربوطه مدیریتونو دی پرسنلو په همکارۍ سره راجمه کړی. په آینده کې موږ کوشش کوو چې په دغه ساحه کې مواد ترتر مواد وګورو او چک کړو تر څو په دوی دوکانو کې یا په دغه انګرو کې هیڅ ترتر مواد پیدا نشي. ان شاء الله د ادب د مونږه دی چې خلک باید ترتر مواد په خلکو باندې یا په همکارانو باندې ونه پلوري.